در پی اعتراضات بین المللی و بیانیه های چندین اکثریت پارلمانی و مراجع عالی حقوق بشری علیه سیرک رسوای خامنه ای مالکی در ورودی اشرف، دولت مالکی در یک عقب نشینی آشکار هر گونه قصد خود برای حمله به اشرف را تکذیب کرد و اعلام نمود برخوردش با مجاهدان اشرف از این پس به شیوه سیاسی و از کانال‌های دیپلماتیک صورت خواهد گرفت. روزنامه دستور نوشت روز شنبه دولت عراق نیتش برای حمله به قرارگاه اشرف را تکذیب کرد. روزنامه الحیات با نقل اظهارات مشاور نوری مالکی نوشت علی موسوی مشاور نخست وزیر عراق به الحیات گفت دولت عراق هیچ گونه قصدی برای تهاجم به اشرف ندارد و همچنان این پرونده معلق بوده و نیاز به بررسی عمیق توسط دولت آینده دارد. اکی نیوز تحت عنوان دولت عراق حمله به کمپ اشرف را انکار می کند نوشت روز شنبه دولت به زودی مستعفی عراق نیت خود برای حمله به کمپ اشرف را انکار کرد و گفت مسئولیت اخراج مجاهدین از عراق بر دوش دولت آینده این کشور است، چرا که این سازمان سهم به سزایی در بدی شرایط سیاسی و امنیتی عراق داشته است. در قبال این ادعای شناخته شده و ساخته و پرداخته رژیم آخوندی کافی است خاطر نشان کنیم که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در دهم و هفدهم ماه می سال 2003 در اطلاعیه‌های رسمی خود اعلام کرد که مجاهدان اشرف در ایجاد یک محیط با سلامت و امنیت برای مردم عراق سهم به سزایی داشتند. یادآوری می‌کنیم که روز شنبه 29 خرداد در آستانه 30 خرداد و سالگرد فتح شهر مهران از سوی ارتش آزادی بخش ملی پرده تازه‌ای از سیرک رسوای ولی فقیه ارتجا و نوری مالکی در ورودی اشرف به مبتذل‌ترین صورت با یک ساعت جست و خیز مزدوران در برابر در ورودی اشرف به اجرا درآمد و باعث بی‌آبرویی بیش از پیش رژیم و ایادی آن در عراق گردید. صلى رجوي نعم 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 خميني صلى رجوي صلى رجوي صلى رجوي نعم نعم خميني صلى رجوي این نمایش محکومیت‌های بسیاری از سوی رهبران و شخصیت‌های سیاسی و پارلمانترها و شیوخ عشایر عراقی برانگیخت. هیئت عربی دفاع از اشرف، تجمع حقوقدانان مستقل عراقی و کمیته وکلا و حقوقدانان عراقی در دفاع از ساکنان اشرف بیانیه‌هایی در این باره صادر کردند.